48 و هشت ساعت بعد از انتخابات رو من پلک نزدم آدم شاید سراحتا بگم میترسید از اینکه بخوابه واقعا شاید نگران آدم بود و وحشت داشت اگر پلک بزنه ممکن یک چیزی رو از دست بده که بسیار مهمه بعد از هشت سالی که اینجا کار می به عنوان خبرنگار این بار من بیننده بودم و مردم ایران خبرنگار بودند دو سال پیش در زمان انتخابات اولین سفرم بود به ایران در زمانی اونجا بودیم که تاریخی بود احساسی بود پر از امید و شوق و خوشحالی تصاویری که از شبکه‌های خبری از یوتیوب از اینترنت و فیسبوک و اینا بیرون میومد و عکسایی که گرفته شد به رغم اینکه خیلی تاثیرگذار و زیبا بودن و خب بعد از انتخابات بسیار هولناک بودن ولی من یقین داشتم که این تمام اون چیزی نیست که داره رخ میده برای همین عمیقا افسوس میخوردم که چرا در ایران نیستم و نمیتونم از نزدیک خودم این وقایع رو ببینم و لمس بکنم انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری در ایران نقطه عطفی برای همیشه در تاریخ سیاسی و همینطور تاریخ خبری به نظر من ایجاد کرده ما اینجا در صدا آمریکا بودیم تلفن ها قطع بود در ایران مسجا قطع بود اینترنت تازه یواش یواش داشت اولین کلیپ ها روش آپلود میشد و بعد ما یواش یواش با سیلی از ویدیوها با سیلی از درخواست ها با سیلی از ایمیل ها روبرو شدیم پیام های توییتر رو توییتر که اصلا ما فکر میکردیم تو ایران کسی توییتر رو نمیشناسه و بعد یه از انتخابات ایران اون ات ایران الیکشن شد داخترین مسئله توی توییتر دوشنبه بعد از انتخابات که اون تظاهرات میلیونی از میدون امام حسین تا آزادی وقتی که فیلم های اون شروع کرد به اومدن بیرون حالا روی اینترنت و بعد تلویزیون رو شروع کرد نشون دادن حس یه حس عجیبی همه ما گرفته بودیم جوان کشته شدن زن ها کشته شدن اتفاقات خیلی بدی دیگه که افتاد به زندان تعدادی رفتند و سایر مصیبت ها از جمله همطور که همه میدونن و همه دنیا میدونن ندا که میبینیم چطوری توی خیابون کشته شد و نیده های دیگه؟ یادم یه شبایی که مشغول خبر خوندن بودیم گزارشایی رو پخش میکردیم که گفتگویی بود با خانواده کشته شده ها در ایران و واقعا برای من و همکارام سخت بود که بعد از دیدن اون تصاویر و بعد از شنیدن صدای خانواده کشته شده ها بتونیم برنامه رو ادامه بدیم و خبرها رو بخونیم یادم روزی که ندا کشته شد من مشغول نوشتن خبر بودم و همینطور که خبر می نوشتم گریه می کردم و واقعا نمیتونستم جلوی احساسات خودم رو بگیرم اون روز خیلی روز بدی برای من بود و هرگز از یادم نمیره و برای همین تصمیم گرفتم که جلوی دوربین بیام چون فکر کردم که من میتونم جلوی دوربین تاثیر بیشتری داشته باشم و نقش بیشتری ایفا بکنم در اطلاع رسانی و بتونم کمکی باشم برای ایرانیانی که دارن هر جوری شده به هر طریقی که میتونن خبرها رو از ایران میگیرن و مخابره میکنن به جهان افرادی که تا حالا هیچ کاری نمیکردن و دست رو دست میذاشتن می و خودشون رو از گود بیرون نگه میداشتن حالا حداقل در فضای اینترنتی میان تبلیغ میکنن اگر خبری میشه کسی قرار اعدام بشه، اتفاقات حقوق بشری قرار بیفته، تا فقط پستش نشون میدن به همه جهانیان کردستان رفتیم، تهران بودیم، شیراز بودیم، اصفهان و من امید اون مردم ایران اون موقع میدیدم، الان که فکرشو میکنم میدونم که هنوز اون امید وجود داره. خیلی کمک کردین اتفاقات که مردم ایر... دنیا هم نظرشون رو راجع به مردم ایران و اتفاقات داخل این کشور تصحیح کنند. یه اتفاق عجیب غریب مردمی افتاده بود، یعنی این یه بدنه انسانی توی اون خیابون انقلاب بود که اصلا من میکنم فرای همه این مسئله انتخابات و تقلب و اعتراض نمیم اصلا یه حس خیلی غریبی بود هنوزم من یکی از بزرگترین آرزوامینه اینه که دوباره تاریخ برگرد عقب و من 25 خورداد تو تهران تو خیابون انقلاب باشم.